جناب صمیم صاحب، پیشتر سوالی را از شما پرسیدیم، متاسفانه چوکیتان خالی بود. حالا باز از شما میپرسم، اگر پدیده رشوتخوری یک امر نادرست است، رشوت دهی نیز یک پدیده نادرست است، پس چرا مردم رشوت میدهند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و حضور مهمانان محترم در بحث. یک شوخی کنیم که کمی در صحبت های امشب متاسفانه کمی فساد موجود بوده، چون باید برنامه طوری می بود که وقت مشخص می بود که یک آدم چند دقیقه باید گپ بزنه تا تامین عدالت می شود و برای کلگی هم همان می رسید. این زمین با پوزش با می خواهیم 5 دقیقه هر کس بتانه که صحبت بکنه در هر سوال. می خواهیم سر این موضوع بحث بکنیم که ما دو بخش داریم. یکی بحث که در اول علمی سه بشاره کردن، بحث فساد است که گویا از طرف مسائل سیاسی است، فساد اجتماعی است، فساد اخلاقی است، فساد اداری است، که تمام اینمی برنامه ها متاسفانه برمیگرده به منبع یا مبدعی که بخش سیاسی است. اگر ما دستگاه سیاسی ما، دستگاه حکومتی ما، کسانی که در رأس نظام قرار می داشته باشند و قرار دارند، اینا آغشته به فساد نباشند، کمتر متوجه فساد باشند، طبیعی است که ما در جامعه دچار فساد اجتماعی، فساد اخلاقی، فساد اداری و سایر فسادهای خرد و ریزه نمیشیم. متاسفانه چیزی که بسیار مهم است اویی است که هر کسی که در افغانستان به قدرت میرسه، اینا بخشای عمده جامعه را، لایه های اساسی جامعه را که چگونه باید با فساد مبارزه شود بررسی نمیکنه. به طور نمونه ما در قانون افغانستان سه قوه داریم که قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه است. قوه مجریه یک بخشش لوی سارنوالی افغانستان است و اداره عالی لوی سارنوالی است که مسئولیت از این بررسی پرونده ها یا دوسیه هایی که توسط پلیس کشف میشه و به اختیار سارنوالی قرار میگیره. شروع فساد یک قسمتش از زمان آقای کرزی شروع شد و متاسفانه به زمان آقای غنی به مو اوج و به مو مرحله و معراج بالای خود قرار گرفت. اما طوری که اشاره کردن آقای لودین، در صورتی که ما سارنوالی داشته باشیم و این سارنوالی 5 معینیت مبنی بر معینیت نظارت، معینیت مبارزه با فساد اداری، معینیت تحقیق و 2 معینیت دیگه اداری و چی داشته باشیم، چطور ما میتونیم یک نهاد موازی را با یک ارگانی که قانون اساسی ماده 134 قانون اساسی تسجیل یافته و صراحت دارد که اینا ایده بررسی بکنن. این همینجا شروع اداری استراتژی مبارزه با فساد اداری یک نوع تداخل وظیفوی و تداخل کاری در بخش مبارزه با فساد به وجود آورد که امی آهسته آهسته متاسفانه وسعت گرفت و کلان شده. خود در یه جایی بکی نیست به نظر شما ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد خودش در ذات خودش یک فساد بود؟ بله کاملا. اما بحثی که دوستان خسته نشوند، در زمان یکی از بزرگان گفته بودند که همه جلسات ما شما بسیار زیاد است، بیاین که جلسات را کم کنیم به کارهای عملی برسیم. باز اینجا صحبت شده بود که خوب از بالای از این موضوع، به خاطر این موضوع سر این جلسه باز یک جلسه دیگر ما شما میگیره. متاسفانه زمانی که سارنوالی مسئولیت بررسی ترتیب دوسیه، اقامه دعوا در محکمه ثلاثه افغانستان داشته باشد، چرا ما نگذاریم که در خود اونمو اداره با صلاحیت که یک بخش از ارکان حکومت است، ما یک اداره را یا یک ریاست را که بعدا هم امی ریاست در آخرای حکومت آقای کرزی ایجاد شدن که مدت فکر میکنم سفارت آمریکا این حمایت میکرد. ولی بحث عمده در اینجاست که افغانستان همونطور که دوستا گفتن سنگ بنایشان متاسفانه
با نوع استفاده جویی، با نوع از فساد، با نوع ای که همه کس به خود میپذیره، منافع اولیای کشور، منافع ملی، اقتدار مردم، عزت مردم، آزادی افغانستان، آبادی افغانستان فکر نمیکنن. ولی متاسفانه در آخر در حکومت مصالحه بود، مصالحه ملی بود، یا که یک ریاست اجرایی داشتیم، حکومت وحدت ملی، فساد دیگه در افغانستان به حد رسید که شما میبینین که پول از افغانستان قاچاق شد و تا امروز ادامه داره. وزیر مالیه متاسفانه اشتباهات را کرد، آقای قیومی بود فکر میکنم، آقای عقلیل حکیمی بودن که همه تو حتی دوسیه های از اینا متاسفانه به اثر مداخله حکومت که خودش یک بخش فساد است که جلو ایده گرفتن که لوی سارن ولی افغانستان و یا محکمه افغانستان مستقل باشه و آزادانه ایده بررسی کنه، مانع از این شدن که این مسائل باعث شد که اینا با اختلاس میلیون دلاری افغانستان را ترک کردن و دوسیه های از اینا هم بررسی نشد. من ایده میگم که ما فساد میتونیم از اینمیه که یک نوع معاش انتهایی که فعلا بحثش وجود داره، اینمی فساد است. اینمیه که در ارگ ریاست جمهوری یک آدم 6 لک 5 لک 10 هزار دلار معاش میگیره و یک مامور 7 هزار دلار معاش میگیره، این فساد است. اینمیه که خویشاوندان یک آدم در یک اداره مقرر میشه و بر اساس شایستگی اینا حضور پیدا نمیکنن، اینمی فساد است. اینمی که یک رئیس جمهور برای خود چند صد دانه مشاور یا یک وزیر برای خود چند صد دانه مشاور استخدام میکنن، اینمی فساد است. تمام اینمی ها اگر ما دست به دست هم بتیم، یعنی یک کشور مملو از فساد و هیچ جای از ما پیدا کرده نمیتونیم که متاسفانه در این بخش از این کشور فساد وجود نداشته باشه. خواهش میکنم، گرچه باید برای ما وقت زیاد میدادین چون یک چانس ما سخته. خیلی از بازی دارم فعلا یکونیم دقیقه بیشتر وقت گرفتین، یکونیم دقیقه دور بعدی بگیرین.